خوبهای بد، بدهای خوب. پرنسس و ساحره. صوفی تمام عمرش آرزو داشت که دزدیده شود. آن شب تمام بچه های توی تخت خوابهایشان آرام قرار نداشتند. اگر مدیر مدرسه گیرشان میانداخت، دیگر هیچ وقت به خانه بر نمیگشتند. با اختیار خودشان زندگی نمیکردند و نمیتوانستند خانواده هایشان را ببینند. این بچه ها آن شب خواب دوزی را میدیدند که با چشم های قرمز و بدن مثل بدن حیولای آمده بود که آنها را از داخل تختشان بدزدد و فریادهایشان را در گلو خفه کند. اما صوفی خیالات عاشق افسانه ها بود و خواب شاهزاده را می‌دید. خودش را در مهمانی با شکوه تصرف می‌کرد که به افتخار او در قصر برپا شده بود. صدها نفر از طرفدارانش در مهمانی جمع شد و او در میان آنها مثل الماس می درخشید. پیش خود فکر کرد، این اولین بار است که این همه شاهزاده دورش را گرفتند و خرامان خرامان و سمتشان رفت. اما ناگهان با صدای برخورد به چکشی به دیوار اتاقش از خواب پرید و رویایش خراب شد. صبح شد. بابا، من اگر کمتر از 9 ساعت بخوابم چشمایم خوف میکنم. پدرش داشت یک میله کج و کوله را با میخ بالای پنجره اتاقش محکم میکرد. شیشه پنجره حالا زیر یک سری قفل و نیز و نیزه و پیچ مدفون شده بود. همه میگن امسال تو انتخاب میشی. به هم میگن موحات و از ته بتراشم و به صورت گل بمالم. به خیالشان من این مزخرفات رو باور میکنم. مطمئنم امشب هیچ کس اینجا نمیاد. صوفی گوشهایش را مالید و با اخم به پنجره نگاه کرد که زمان دوز داشته نیست، اما حالا مثل لانه یک ساحره به نظر میرسد. قفل چه ایده جالب و جدیده. چرا قبلا کسی به این فکر نکرده؟ پدر با آن موهای نقره‌ای‌اش که در اثر عرق کردن برق میزد گفت، نمیدانم چرا همه فکر میکنن آن کسی که قرار است انتخاب شود تو هستی. اگر خوب بودن شرطیه که مدیر مدرسه دنبالش هست، باید دختر گانیلدا را انتخاب کنم. صوفی با حرص گفت بل. پدرش گفت آن یک دختر کامل است. برای پدرش غذای خانگی میارند تا آسیا. باقی مانده غذاها را هم به آن عجوزه میدان میدهد. صوفی تنه را در صدای پدرش حس کرد. او حتی یک بار هم برای پدرش غذا درست نکرد، حتی بعد از مرگ مادرش. البته برای این کارش دلیل خوبی هم داشت. روغن و دوده منافذ پوستش را میبست. او میدانست که این موضوع ناراحت کننده است. منظور پدرش این نبود که گرسنه مانده، اما صوفی همیشه فقط غذاهای مورد علاقه خودش را برای او درست میکرد. مثلا چغندر کوبیده، خورش کلم و بروکلی،
مارچوبه جوشانده و اسفناج بخارپز. اما اصلا به همین خاطر که سوفی را گوی گوشت پره و سفله پنیر خانگی به آسیاب نبود. پدرش آنقدر خوشندام بانده بود و مثل پدر بل یک دفعه خپل نشده بود. آن عجوزه زشت در میدان هم ادعایش می شد گرسنه است، در حالی که روز به روز چاقتر می شد. و اگر بل باعث و بانی چاقی آن زن بود، نه تنها دختر خوبی به حساب نمی آمد، بلکه شیطانی ترین عمل ممکن را انجام داده بود. صوفی به پدرش لبخند زد و گفت به قول خودش خرافات است. از تختش بیرون پرید و به دستشویی رفت و در را محکم بست. در آینه خوب به صورتش نگاه کرد. عوارض زود بیدار شدند، در ظاهرش دیده می شود. موهای بلند و طلایی تابدارش درخشش همیشگی را نداشت. چشمهای سبزیش میش بی فروغ به نظر میرسید و لبهایش خشک شده بود. حتی پوست صورتیش هم گیرم شده بود. با این وجود باور داشت که هنوز هم یک پرنسس است. پدر او برخلاف مادرش نمیتوانست ببیند که چه دختر استثنایی و بی نظیر دارد. مادرش در آخرین نفسها گفته بود صوفی، زیبایی تو وصف ناپذیر است و دنیا در مقابلش هیچ چیز. مادرش به جای بهتر رفته بود و حالا قرار بود همین اتفاق برای او بیفتد. او امشب به جنگل برده می شود، زندگی جدید را شروع میکرد و رویای همیشگیش تحقق پیدا میکرد. حالا باید قسمت‌های مختلف برنامه را بررسی میکرد. برای شروع با پوستش تخم ماهی مالید. که بوی گند پا میداد. اما فایدهش این بود که جوش‌ها را از بین برد. بعد پوستش را با آب کدو تنبل ماساژ داد و با شیره بز شست. بعد هم صورتش ماسک خربوزه و زرده تخم لاپوش گذاشت. در مدت زمانی که منتظر خشک شدن ماسک بود، یک کتاب داستان به دستش گرفت و آب خیار خورد تا پوستش نرم و شفاف شد. کتاب را باز کرد و صفحه مورد علاقهش را آورد. همان قسمتی که عجوزه پیر از بالای تپه در یک بشکه تیغ‌تیغی قل می‌خورد و پایین می‌آمد. و در نهایت تنها چیزی که از او باقی می‌ماند دستبندی بود با استخوان‌های یک پسر بچه ساخته شده بود. همین طور که استخوان‌ها زلزله بود، یاد خیارها افتاد. از خودش پرسید اگر هیچ خیار در جنگل وجود نداشته باشد چی؟ اگر پرنسس های دیگر خیارها را تمام کرده باشند چی؟ اگر هیچ خیار پیدا نشود او خشک می شود، او پژمرده می شود. تکه های خشک خربوزه روی صفحه کتاب افتاد. صوفی به طرف آینه رفت و دید پیشانیش از شدت نگرانی چروک خورده است. با خودش گفت اول خوابم خراب شد، حالا هم که این چروک ها. اگر با همین سرعت پیش می رفت تا بعد از ظهر تبدیل به یک عجوزه پیر می شد. عضلات صورتش را شل و آرام کرد و از فکر سبزیجات بیرون آمد.
برنامه های زیباسازی صوفی همچنان ادامه داشت. او در این مدت از چیزهای مثل پر غاز، ترشی سیب زمینی، سم اسب، کره بادام هندی و یک شیشه کوچک خون گاو استفاده کرد. بعد از 2 ساعت تلاش، صوفی با لباس صورتی شاد، کفش های پاشنه بلند شیشه‌ای براق و موهای بافته شده از بیرون زد. قبل از رسیدن مدیر مدرسه یک روز وقت داشت تا برنامه ریزی کند و به او نشان بدهد که چرا خودش باید دزدیده شده. نه سابرینا و تابینا و هیچ دغلباز دیگر. بهترین دوستی صوفی در قبرستان زندگی میکرد. با وجود خلق و خوی خاصی که صوفی داشت، تنفر از نور کم و رنگ خاکستری و خشونت از او انتظار می‌داشت که دوست صمیمی‌اش را در خانه خودشان ملاقات کند، یا اینکه اصلاً با یک دوست صمیمی دیگر دل ببندد. اما او به جای این کار تمام روزهای این هفته را از تپه پایین قبرستان بالا رفته تا دوستش را ببیند. در راه هم حواسش بود که حتی یک لحظه لبخند از روی لبهایش محو نشد، چون لبخند زدن یکی از قسمت‌های مهم عمل نیک بود. برای رسیدن به قبرستان باید 1 کیلومتر راه می‌رفت و از کلبه کنار دریاچه با برج کوچکی که لبه‌های سبز داشت و به خاطر نور و آفتاب سوخته بود رد می‌شد تا به جنگل برسد. در حالی که از آنجا عبور میکرد، انعکاس صدای چکش در گوشش میپیچید و پدران را میدید که برای درها سایبان درست میکرد، مادرانی که مدرسه درست میکرد، پسران و دخترانی که از ایوان کلبه ها آویزان شده بودند و آدم هایی که غرق کتاب خواندن بودند. این صحنه های عجیب و غریب نبودند، چون بچه های گاوالدان در کنار خواندن افسانه ها کارهای کوچک دیگر هم انجام می دادند. اما امروز صوفی متوجه شد که چشم های آنها موقع خواندن کتاب نگران و آشفته است، طوری که صفحه های کتاب را جستجو می کردند که انگار زندگیشان با آن بستگی دارد. 4 سال پیش هم بچه ها همین قدر آشفته بودند. می ترسیدند تلسم شامل حالشان بشود. اما آن موقع هنوز نوبت او نرسیده. مدیر مدرسه فقط افراد را انتخاب می کرد که سنشان از 12 سال گذشته بود و دیگر نمی توانستند خودشان را بچه جا بزنند. حالا نوبت او بود. به خاطر تقلایی که برای بالا رفتن از تپه کرده بود و سنگینی سبدی که در دستش بود، پاهایش درد گرفته بود. با خودش فکر کرد که آیا این بالا رفتن باعث شده پاهایش ورم کند؟ همه پرنسس های افسانه تناسب اندام یکسانه داشتن پای ورم کرده، مثل داشتن بینی عقابی و پاهای بزرگ، برای یک پرنسس غیر ممکن بود. برای اینکه حواسش از نگارنی ها پرت شود، شروع کرد به شمردن کارهای خوب دیروزش. اول به غازهای برگر، مخلوط عدس و تره فرنگی داده بود. این مخلوط اثر پنیرهای را که بچه های احمق توی دریاچه می رفتن از بین می برد. بعد یک شیشه محلول صورت دستساز، حاوی لیمو جنگلی به یتیم های شهر هدیه داده بود.
چون معتقد بود که هدیه با ارزش از دروی مراقبت از پوست وجود ندارد. در آخر هم یک آینه در کلیسا نصب کرده بود تا مردم اول خودشان را در آن ببینند و بعد مرتب و آراسته روی نیمکت کلیسا بشینند. آیا اینها کافی نبود؟ دوباره نگران شد و یاد خیارها افتاد. شاید می توانست یک جای در جنگل خیار ذخیره کند. تا شب کلی وقت داشت تا خیار جمع. اما حمل کردن آنها برایش سخت بود. آیا مدرسه برایش کمک می فرستاد؟ شاید بهتر بود قبل از رفتن آب خیارها بگیرد. کجا می ری؟ سرش را برگرداند و رادلی را دید که با آن موهای قرمز کمرنگ و دندانهای بیرون زده می خندد. رادلی نزدیک قبرستان زندگی نمی کرد، اما تمام روز عادت داشت در کمین او بنشیند. صوفی گفت میرم دوستم را ببینم. رادلی پرسید چرا با ساحره ها دوست میشی؟ او ساحره نیست. رادلی گفت اون هیچ دوست ندارد. عجیب غریب هم هست، به خاطر همین ساحره است. صوفی جلوی خودش را گرفت که نگوید خود رادلی ساحر است. بجایش لبخندی به او تحویل داد که نشان دهد تا همین جا هم خیلی لطف داشته که او را تحمل کرده است. رادلی گفت مدیر مدرسه آن را می اندازد در مدرسه، در مدرسه شرورها. آن موقع باید یک دوست جدید برای خودت دست و پا کنی. صوفی با حرص گفت. او دو نفر را انتخاب میکنه. رادلی گفت برای مدرسه ها حتما بل را انتخاب میکنه، چون هیچ کس به خوبی او نیست. لبخند بر لب صوفی خوش شد. رادلی دوباره گفت ولی من می توانم دوست جدید تو باشم. صوفی با عصبانیت گفت در حال حاضر به اندازه کافی دوست دارم. رادلی سرخ شد و گفت آها باشه. من فکر کردم و بدون آن که جمله‌اش را تمام کند در رفت. صوفی او را نگاه کرد که با موهای پخش در هوا و سرعت از تپه پایین می رود. پیش خودش گفت گنزه. حالا به خاطر رادلی یک ماه کار خوب و لبخند زورکی را به باد داده بود. چرا تمامش نکرده؟ چرا نگفته بود باعث افتخار من است که تو دوست من باشی؟ می دانست کار درست انجام ندادم، چون مدیر مدرسه مثل کشیش نیکولاس که شب قبل از کریسمس آمده در موردش قضاوت می کرد، اما نمی توانست این کار را انجام دهد، چون ایزی او زیبا و رادلی زشت. فقط یک شرور گول آن دغلباز را می خواهد. مسلماً مدیر مدرسه این موضوع را درک می کند. صوفی دروازه زنزله قبرستان را باز کرد و برخورد علف‌ها را با پاهایش حس کرد. روی تپه سنگ قبرها پوشیده از خزه از زیر تل برگ‌های خشک بیرون زده بودند. صوفی از کنار ردیف قبرها رد شد. هیچ وقت به قبر مادرش نگاه نکرده بود.
حتی روز مراسم خاکسپاری. امروز هم قصد نداشت این کار را انجام دهد. ردیف ششم را که رد کرد، چشمش به درخت‌های افتاد که شاخه‌های آویزان داشتند. به این فکر کرد که فردا این موقع کجاست. پلاک یک درست وسط قبرها بود. در و پنجرهای خانه مثل کلبه‌های دیگر کنار دریاچه با تخت چوب پوشانده نشده. اما این باعث نمی‌شد زیبا و قابل سکونت به نظر برسد. پله‌هایی که به ایوان می‌رفتند بالای یکی از کپک سبز پوشیده بودند. شاخه‌های درخت‌ها دور کلبه پیچیده بودند و سقف زاویه‌دار و تیز خانه که سیاه و لاغر بود مثل کلاه یک ساحره به نظر می‌رسید. صوفی از روی پله هایی که زیر پایش غژغژ می کرد بالا رفت و سعی کرد بو را نادیده بگیرد. بوی گند مخلوط سیر و گربه خیس. سرش را برگرداند تا به پرندگان بی سر روی زمین که بیشتر قربانی گربه شده بودند نگاه کند. ضربه ای به در زد و آماده دعوا شد. صدای با بی‌ادبی گفت برو گم شو. صوفی صدایش را ناز کرد و گفت چاره ای نداری جز این که با بهترین دوستت حرف بزنی. تو بهترین دوست من نیستی؟ صوفی پرسید. پس کی هستی؟ فکر کرد شاید دل به آنجا آمده باشد و تو ربط ندارد. صوفی نفس عمیقی کشید. نمیخواست اتفاق رادی دوباره برایش بیفتد. آگاتا، ما دیروز با هم خیلی خوش گذروندیم. فکر کنم بد نیست امروز هم دوباره با هم باشیم. موهای من را نارنجی کردی. بعدش که درستش کردیم مگه نه؟ تو همیشه کرمها و معجونهات را روی من آزمایش میکنی تا ببینی چه قسم میشه. صوفی گفت مگم دوست برای همین کارها نیست؟ دوستها باید به هم دیگر کمک کنند. ولی من به زیبایی تو نیست. صوفی سعی کرد جواب خوبی برای این حرفا دست و پا کند، اما آنقدر طولش داد که صدای دور شدن پای خود شد. صوفی داد زد. معنایش این نیست که نمیتوانید دوستای خوبی باشید. یک گربه آشنا و کچل و چروک دیدن از آن طرف ایوان رو به او غرید. بیسکویت آوردند. صدای پای قطع شد. بیسکویت های واقعی یا خودت درستشان کردی؟ صوفی از گربه که داشت دزدگی به او نگاه میکرد فاصله میگرفت و گفت نرم و کرایی همان قسمی که دوست داری. گربه ساکت شد. آگاتا بگذار بیایم داخل. تو گفتی بو میدهم. بو نمیدی. پس چرا دفعه قبل گفتی؟ چون دفعه قبل بو میدادی. آگاتا گربه داره توف میکنه. شاید بوی انگیزه های پنهانی به دماغش خورد. گربه پنجه هایش را نشان داد. آگاتا در را باز کرد.
گربه آگاتا که اسمش ملک الموت بود، صورت او را خنج انداخت. صوفی چیز کشید، ناگهان دست آمد و گربه را پرد کرد آن طرف. صوفی بالا را نگاه کرد. آگاتا گفت: پرنده های ملک الموت تمام شد. موهای قلمبهی مسخرهش مثل گلبدی بود که بر روغن آغشته شده باشد. لباس های مشکی و کت کلفت و بی ریختش که مثل گونی سیب به زمینی بود نمی توانست پوست رنگ رو رفته و استوانهای بیرون زده اش را بپوشاند. چشمهای کف دوزخ مانندش از صورت گود رفته اش بیرون زده. صوفی گفت: فکر کردیم بریم پیاده روی، چطوره؟ آگاتا و سمت در خم شد و گفت: هنوز دارم به این فکر میکنم که چرا با من دوست است. صوفی گفت: چون خیلی شیرین و بامزه است. آگاتا گفت: مادرم میگه من تلخ و عبوسم، بنابراین یکی از شماها در این دروغ میگه. و به سمت سبد صوفی رفت و دستمال روی سبد را کشید تا نگاه با بیسکویت های سبوستاری بی کره بیندازد. آگاتا نگاه خشمناک به سوی صوفی انداخت و برگشت داخل خانه. صوفی پرسید: نمی رویم پیاده روی؟ آگاتا داشت در را می بست که نگاه ملتمسانه صوفی را دید. انگار صوفی هم مثل او خیلی دوست داشت با پیاده روی برود. آگاتا از کنارش رد شد و گفت: یک پیاده روی کوتاه، ولی اگر حرفای پر افاده و خود بینانه بزنید میگم ملک الموت تا خانه دنبالت بیاید. صوفی دنبالش دوید و گفت: ولی این قسم که کلن باید حرف بزنید. حرف نزنید. بعد از 4 سال کم کم 11 شب از 11 ماه سال از راه میرسد و حالا در اواخر روز میدان شهر آماده آمدن مدیر لسر بود. مردها شمشیرهایشان را تیز می کردند و نقشه حفاظت شهر را می کشیدند و زنها بچه ها را به صف می کردند و مشغول کار می شدند. اول از بچه های خوش چهره شده می کردند، موهایشان را کوتاه و دندانهایشان را سیاه و لباسهایشان را پاره می کردن تا زشت و نامرتب به نظر بیایند. بچه های زشت را هم حسابی می شستن و لباسهای با رنگهای روشن تنشان می کردن. مادرها از بچه هایی که اخلاق و رفتار خوب داشتند می خواستن بدرفتاری کنند و شوهرهایشان را کتک بزنند. به بچه های شرور رشوت می دادند تا در کلیسا دعا کنند و از بقیه خواسته می شد که سرود رسمی روستا بخواند. نام سرود این بود: معمولی ها عاقبت به خیر می شوند. اضطراب مردم شهر مثل یک بیماری واگیردار شده بود. در یک گوشه تاریک آهنگر و قصاب کتاب داستان رد و بدل می کردند تا با خواندنش سرنخی برای نجات سرهایشان پیدا کنند. زیر برج کج ساعت 2 خواهر داشتند از تبهکاران افسانه های فهرست درست می کردند تا از رفتارهایشان
الگو بگیرم. یک گروه پسر خودشان را به هم زنجیر کرده بودند. چند تا دختر زیر شیروانی مدرسه خیر شده بودند و کودکی که ماسک زده بود از لای بوته ها بیرون پرید تا مادرش را بترساند و همانجا یک اردنگی بخورد. حتی عجوزه پیر بی خانمان هم وارد عمل شده شد و پیش آتش بالا و پایین می پرید و می گفت کتاب داستانها را بسوزنید، همه را بسوزنید. اما هیچ کس گوش نمی داد و هیچ کتاب را هم سوزانده نمی شد. آگاتا با ناباری به این رفتارها نگاه می کرد. چطور ممکن است تمام مردم شهر به افسانه ها اعتقاد داشته باشد؟ چون آنها واقعی هستند. آگاتا ایستاد و گفت تو جدی جدی اعتقاد داری افسانه ها هستند؟ صوفی گفت معلوم دار که اعتقاد دارم. یعنی مدیر مدرسه دو نفر را می دزده به مدرسه می دارد. بعد به یکی درس خوب بودن یاد می دهد و به یکی درس شر بودن. آخرش هم فارغ التحصیل می شن و می روند توی دنیای افسانه ها. دقیقا این است. اگر یک جای اجاق دیدی برایم بگو. برای چی؟ میخواهم سرم را بگذارم داخلش، کو ببینم دقیقا در این مدرسه چه درس میدهد. صوفی گفت در مدرسه خوبی ها به دخترها و پسرهای مثل من درس میدن که چطور قهرمان و پرنسس شود و با عدالت حکمرانی کنند و همیشه شاه باشند. در مدرسه شرورها هم به دخترها و پسرها درس می دهند که به جادوگران شرور و غولهای گوش پشت تبدیل بشوند و از جادو و نفرین و تلسمهای خبیثانه استفاده کنند. تلسمهای خبیثانه؟ کی این ایده را داده؟ یک بچه 4 ساله؟ آگاتا می توانی نمونه اش را در داستان ها ببینی؟ بچه های گم شده مثل جد، زور و راپونزل، اونها هر کدام ماجرای متفاوت دارند. من هیچی نمی دونم چون داستان های احمقانه نمی خوانم. پس چرا یک دست کتاب کنار تختت داری؟ آگاتا اخم کرد و گفت ببین. کی گفته این داستان ها واقعی هست؟ شاید اینها حقه کتاب فروش باشد، شاید روش بزرگترها باشد که بچه ها را بترسانند تا به جنگل نروند. هرچی که هست نه کار مدیر مدرسه است نه تلسم خبیثانه. پس کی بچه ها را می دوزدند؟ هیچ کس هر 4 سال یک بار دو تا آدم احمق یا واشکی می آیند داخل جنگل تا پدر و مادرها را بترسانند، ولی مثلا گم میشن یا گرگه ها میخوردشان. داستان همین است و افسانه هی ادامه پیدا میکنه. احمقانه ترین توضیحی بود که تا حالا شنیدم. آگاتا گفت فکر نکنم این وسط آن آدم احمق من باشم. صوفی وقت احمق خطاب میشد خونش به جوش میامد. تو فقط ترسیدی همین. آگاتا خندید و گفت آخر من برای چه ترسیده باشم؟ چون میدانی که داری با من بیایی.
آگاتا دیگر نخندید و نگاهش را از صوفی به طرف میدان برگرداند. روستایی‌ها طور دیگر نگاهش می‌کردند که انگار راز را کشف کرده بودند. یک خوب صورتی پوش و یک شرور سیاه پوش، جفت کامل برای مدیر مدرسه است. آگاتا خوش کشت داشت و یک عالم چشم نگران من رو همیدن که با او زل زده زد. اولین فکره که با سرش زد این بود که از افراد او و صوفی در آرامش می توانستن با هم قدم بزنن. در کنارش صوفی داشت بچه ها را تماشا می کرد. سعی می کردن چهرهش را به خاطر بسپارند تا اگر یک روز داخل داستانهایشان ظاهر شد او را به یاد بیاورند. بعد به این فکر که آیا آنها ببل هم همین طوری نگاه می کنند از بین جمعیت بل رد. بل با سر تراشیده و لباس کثیف در خواب زانو زده بود و به صورتش گل می‌ماید. صوفی نفس راحت کشید چون به نظرش بل هم عین دیگران شده بود. درش می‌خواست مثل همه ازدواج معمولی داشته باشد، ازدواج با مردی که چاق و تنبل است و مدام دستور می‌دهد. دلش می‌خواست مدام غذا بپزد و بشوید و بساید و خیاطی کند. میخواست پهن جمع کند و شیر گوسفند بفروشد و آنها را سر بزند. میخواست آنقدر در گاولان بماند که پیر شود و موهایش عین دندانهایش سفید شود. مدیر مدرسه هرگز بل را انتخاب نمیکرد چون او پرنسس نست. صوفی فیروزمندانه بر روستاها نگاه کرد و این گونه مورد توجه آنها قرار گرفت. خوشحال به نظر می رسید. گفت آگاتا بزن زنید. صوفی برگشت. چشمهای آگاتا و جمعیت خشک شد. کجا؟ دور از این مردم. خورشید مثل یک گوی قرمز شد. دو دختر، یکی زشت و دیگری زیبا، کنار دریاچه نشسته بود. صوفی خیارها را در یک کیسه حریر جمع می کرد و آگاتا چوب کبریت به آب می انداخت. بعد از دهمین کبریت صوفی چپ چپ نگاهش کرد. آگاتا گفت این کار برایم آرامش می‌دهد. صوفی تلاش می‌کرد آخرین خیار را هم در کیسه جا دهد. چرا یکی مثل فیل دلش می‌خواد اینجا بماند که اینجا را به یک افسانه ترجیح می‌دهد؟ آگاتا گفت کی دلش می‌خواهد خانواده اش را برای همیشه ترک کند؟ صوفی گفت منظورت که من نیستم؟ نه. و هر دو ساکت شد. صوفی پرسید تا حالا از خودت پرسیدی که چرا پدرت رفتن؟ گفتم بله، بعد از تولد من ما را ترک کرد. خب کجا رفتن؟ دور تا دور ما جنگل است. وقت این قسم به یک بارگی ناپدید شده، صوفی شروع به داستان بافی کرد. شاید راه برای ورود و داستان ها پیدا کرد. یک ورودی جادویی. شاید حالا آن طرف انتظار تو را می‌کشد.
شاید هم برگشته پیش زنش. تظاهر کرده من وجود ندارم و ده ها سال پیش اتفاق در آسیا افتاد. و ده ها سال پیش اتفاقی در آسیا افتاد. صوفی لباش را باز گرفت و دوباره سرگرم خیارها شد. من هر دفعه که آمدم خانه تان مادرت نبودم. آگاتا گفت جدیدن میره شهر در محله ما خیلی مریض پیدا نمیشه. شاید به خاطر محیطش است. صوفی گفت مطمئنن همین است. این را گفت چون میدانست هیچ کس حتی برای درمان قرمزی پای نوزاد هم پیش مادر آگاتا نمیرود. چی برسد به درمان بیماری؟ بعد ادامه داد. فکر کنم قبرستان جای جالب و راحت برای مردم باشد. آگاتا گفت قبرستان خوبی های خودش را دارد. همسایه وجود ندارد که سر صدا کند. فروشنده های بی وقت نمی آید آنجا. دوست های کنجکاو که ماست بزنن و کلوچه رژیمی بخورن هم ندارن که برایت بگویم تو میری به مدرسه، تو میری به مدرسه های بدیها در سرزمین جادویی. بعد هم با آسودگی کبرت دیگر را پرد کرد. صوفی خیارها را زمین گذاشت و گفت پس من کنجکاو. کی گفت این طرف ها آفتابی میشی؟ من داشتم از تنهایی خودم لذت میبردم. تو همیشه من را به خانه‌ات راه میدی. این بود پایان این موضوع خوبی ها و بدی ها که تقدیم شما عزیزان شد. تا موضوعات و برنامه های بعدی شما را به الله منان می سپارم. لطفا نظریات خود را در کامنت با ما شریک سازید. تا بعد بدرود.